اینجا رادیوی ایراواست. آوای ما را از ایستگاه CHUO موج اف ام ردیف 89.1 و از سایت اینترنتی CHUO.FM میشنوید. ایراواز انگلیش ادیشن will begin at 3:45 today and every Sunday on this station. ای ایران، ای مرز برگر، ای خاک سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان. شنوندگان گرامی، با درود بر شما، نرگس هستم و برنامه این هفته رادیوی ایراوا 22 آبان ماه 1390 برابر با 13 ماه نوامبر 2011 رو آغاز میکنیم با گرامی داشت یاد ستارخان، قهرمان انقلاب مشروطه. میهمان این هفته ایراوا دکتر کاظم موسوی، سخنگوی حزب سبزهای ایران هستند که پس از بخش خبر با ایشان خواهیم بود و موضوع گفتگوی این هفته خطرات آخوند اتمی برای ایران و جهان میباشد. اینک نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته. خبرگزاری ها 17 آبان خبر دادند گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی که توسط آقای یوکیو آمانو مدیر کل این آژانس تهیه و در میان اعضای آن پخش شد، تصویری مفصل از تحقیقات و فعالیت های ایران است که بر اساس این گزارش اهداف نظامی داشته و در پی سلاح هسته ای می باشد. رادیوی دویچه وله 17 آبان گزارش داد که بنا به اطلاعاتی که در اختیار آژانس بین المللی انرژی هسته ای قرار گرفته، جمهوری اسلامی ایران تولید سلاح هسته ای را دنبال می کند. طبق مدارکی که در اختیار این نهاد بین المللی قرار گرفته، دولت ایران دست کم تا پایان سال 2010 طرح‌ها و آزمایش‌های گوناگونی در زمینه تولید کلاهک هسته‌ای انجام داده است. دوچول ادامه داد آخرین گزارش آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران که سه‌شنبه 8 نوامبر در وین در اختیار خبرگزاری‌ها قرار گرفت، تاکنون صریح‌ترین اظهار نظر رسمی این نهاد درباره تسلیحاتی بودن برنامه هسته‌ای ایران است، چیزی که جمهوری اسلامی همواره تکذیب کرده است. با انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل، سران رژیم با حمله به شخص آمانو او را تحت سلطه اسرائیل و آمریکا دانستند. پاسدار احمدی نژاد گفت امروز فردی را در رأس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دادند که اختیاری ندارد و با زیر پا گذاشتن قوانین آژانس سخنان آمریکا را تکرار می‌کند. وی تهدید کرد که ایران یک قدم از اهداف خود عقب نشینی نمی‌کند. دولت آمریکا اگر بخواهد در مقابل ایران به رفتارهای غلط و خصمانه خود ادامه دهد، باید بداند که پاسخ آن پشیمان کننده خواهد بود. علی اصغر سلطانی، سفیر و نماینده دائم رژیم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نیز در واکنش به گزارش یوکی آمانو گفت آمانو عواقب اشتباه تاریخی خود را خواهد دید. گفتن است پس از گذشت سالها از افشای برنامه‌های هسته‌ای رژیم توسط شورای ملی مقاومت ایران در سال 2002، این اولین بار است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل اهداف تسلیحاتی رژیم ایران را برملا می‌سازد. از سوی دیگر، کشورهای مختلف در قبال گزارش آژانس انرژی اتمی سازمان ملل واکنش نشان دادند، از جمله جان برد وزیر خارجه کانادا در بیانیه رژیم ایران را تهدیدی برای صلح در منطقه و جهان دانست. این بیانیه افسود رژیم ایران به طور منظم تعهدات بین المللی را نادیده میگیرد. این رژیم فعالیت های اتمی را مخفی میکند و تلاش های بین المللی برای تایید ادعای کشور را سد میکند. آنها در حالی به این کار دست میزنند که به عدم تحمل اعتقادات مذهبی ادامه میدهند، حقوق شهروندان را نقض میکنند و امنیت منطقه‌ای و بین المللی را
تضعیف می کنند. کانادا به کار با همپیمانان خود برای اقدام لازم که رژیم ایران برنامه اتمی را رها کند ادامه می دهد. ما سایرین را تشویق می کنیم به این تلاش بپیوندند. بعد از ظهر روز شنبه 21 آبان به وقت تهران انفجارهای پیاپی و مهیبی در حومه غربی تهران بخش‌های وسیعی از شهر تهران را به لرزه درآورد. انفجار که در پادگان مدرس متعلق به یکان موشکی سپاه پاسداران صورت گرفت ناشی از انفجار پیاپی موشک ها گزارش شده است. بر اساس اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران این محل از مراکز طبقه بندی شده سپاه پاسداران رژیم است و ورود به آن جز برای کارکنان آن ممنوع می باشد. پاسدار سرتیپ حسن مقدم که گفته می شود از بالاترین و قدیمی ترین فرمانده موشکی رژیم است و آموزش دیده چین و کره شمالی بوده در بین کشته شدگان می باشد. بر اساس گزارش خبرگزاری الجزیره اتحادیه عرب به فراخوان سفیران کشورهای عربی از دمشق و اعمال تحریم‌ها علیه رژیم بشار اسد و همکاری با مخالفان دولت سوریه فراخوان داد و همچنین ارتش سوریه را مستقیما به توقف کشتارها و سرپیچی از دستورات دعوت نمود. از 22 کشور عضو اتحادیه عرب 18 کشور به تعلیق عضویت رژیم سوریه رأی موافق دادند. دو کشور لبنان و یمن مخالفت کردند و دولت مالکی در عراق رأی ممتنع داد. و آخرین رویداد امروز، روز گذشته گروهی از ایرانیان به همراه خانواده‌های ساکنین اشرف در شهر اتاوا در مقابل سفارت آمریکا اکسیون اعتراضی برپا کردند. آنان خواهان حفاظت آمریکا از ساکنین شهر اشرف می‌باشند. دولت عراق اعلام کرده است تا پایان سال 2011 اردوگاه اشرف را تعطیل خواهد کرد و ساکنین را به نقاط مختلف در عراق منتقل خواهد نمود. در این راستا کمپین جهانی برای حمایت از ساکنین غیر مسلح اشرف که شخصیت‌های سیاسی کشورهای مختلف را شامل می‌شود به تلاش برای انتقال افراد حفاظت شده کنوانسیون 4 ژنو که اخیراً استاتوی پناهندگیشان توسط سازمان ملل نیز شناخته شده بر تلاش‌های شبانه روزی خود جهت جلوگیری از یک حمله مرگبار دیگر نیروهای عراقی افزودند. گفتنی است که تحصن شبانه روزی ایرانیان در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو بیش از 200 روز است که ادامه دارد. دستاندرکاران اکسیون اتاوا به رادیو ایراوا اطلاع دادند که اکسیون در مقابل سفارت آمریکا در اتاوا روزهای شنبه از ساعت که بعد از ظهر آغاز می شود. شنوندگان گرامی، این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته. برای دسترسی به آرشیو ایراوا لطفاً به وبسایت radioirawa.com و یا مردمتیوی.com مراجعه بفرمایید. برای تماس با ما می توانید با ایمیل radioirawa@yahoo.com، شماره تلفن 1-206-338-4160 و یا از طریق صفحه فیسبوک ایراوا در تماس باشید. دکتر کاظم موسوی حدود 30 سال است که در تبعید در آلمان زندگی می کند. وی از همان بدو بر سر کار آمدن رژیم و تجربه نقض حقوق بشر رژیم ملایان به جنبش اپوزیسیون در خارج کشور پیوست. دکتر موسوی تحصیلات عالی خود را در دانشگاه فنی برلین ابتدا در رشته علوم مهندسی ساختمان به پایان رسانید و در ادامه در همین دانشگاه به اخص درجه دکترای مهندسی در زمینه مدیریت علمی مهار و دفع مواد زاید صنعتی خطرناک در کشورهای در حال توسعه به خصوص دفن اصولی زیرزمینی آنان از طریق استفاده از تکنولوژی آسفالت نائل آمد. کاظم موسوی در زمینه فاجعه محیط زیستی ایران در حاکمیت آخوندها مقالات متعددی را از سالها پیش در ویژه‌نامه محیط زیست نشریه ایران زمین که مسئولیت آن به عهده دکتر کریم قسیم بود، در کنار فعالیت‌های گسترده خود در زمینه سیاسی و حقوق بشری در آلمان و اروپا منتشر نموده است. او همچنین یکی از بنیانگذاران حزب سبزهای ایران 13 سال پیش است و از مسئولین آن و سخنگوی این حزب در آلمان میباشد. به همچنین از فعالان اصلی و شناخته شده در اتحادیه حقوق بشری بمب را متوقف کنید یا استاپ د بام و یکی از اعضای هیئت مؤسس این اتحادیه می باشد. جهت مرور مندرجات سیاسی و محیط زیستی دکتر کاظم موسوی می توانید از سایت حزب سبزهای ایران iransabz.org iran.e/sabz.org دیدن نمایید. دکتر موسوی خدمتتون سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمد میگم بهتون برای اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و به رادیو ایران تشریف آوردید. فرقا خانم قفاری، با درود به شما و تشکر از محبت این گفتگو رادیویی، ابتدا حضور یکایک هموطنان گرامیمون شنوندگان و دوستداران رادیو ایراوا صمیمانه سلام عرض میکنم.
دکتر موسوی، رژیم ایران همطور که میدونیم سال هاست که با فریبکاری و پنهانکاری مخصوص خودش برنامه های اتمی خودش رو پیش میبره و برای رسیدن به سلاح اتمی خیلی تلاش میکنه. آیا سلاح اتمی هم یک نعمت الهی برای رژیم محسوب میشه، همطور که جنگ با عراق نعمت الهی محسوب میشد؟ با تشکر از این سوال مهمی که شما از من کردید خانم تفاری. ببینید، موضوع برنامه های تسلیحاتی یا برنامه پروژه های هسته‌ای رژیم اساسا یک موضوع فنی نیست، یک موضوع سیاسی و کاملا ایدولوژیکه. برای اینکه این مسئله رو بتونم بیشتر باز کنم، اجازه میخوام از شما یک مقداری خیلی کوتاه و مختصر به ماهیت ایدولوژیک و دستگاه فکری مذهبی این ملایان حاکم بر میهنمون یه اشاره گذرایی بکنم. حتما بفرمایید. ما معتقدیم که، من میدونم که امروز به عنوان سخنگوی حزب سبزهای ایران با شما صحبت میکنم. ما معتقدیم که بر اساس اون پراتیک سیاسی و اون چیزایی که در واقع مقامات رژیم هر روز هر ثانیه با زبان خودشون اعلام میکنن و در عمل به اون عملش میکنن، اینه که رژیم خصوصیت و سیاست‌های نقض حقوق بشر خودش رو سیاست تروریسم و توسعه طلبی و کشورگشایی خودش رو همچنین با سیاست‌های خصوصیت سیاست‌های یهود ستیزی متعصبانه خودش به پیش میبره. در واقع این سیاست‌ها در عرض این 33 سال به اون در واقع در یک ترکیب واحد و جدای ناپذیر با هم قرار داشته و از طرف رژیم به اجرا گذاشته شده. ببینید شما، اگر یه مثال ساده اگه بخوام بزنم، چون موضوع اتمی در این سیاست یک مسئله بسیار کلیدیه، ببینید شما اگر یک فرمول یک ترکیب شیمیایی مولکول آب، آب رو چرا مثال میزنم؟ برای اینکه مایه حیات سیستم هاست. مثلا داریم H به اضافه H به اضافه اتم اکسیژن که از اون طرف بالاخره اون ماده آب رو میده که در واقع حیاتی است برای ماندگاری. این ستونهای سیاستی که من نام بردم، مثلا دیکتاتوری مذهبی مطلقه و کاملا میلیتاریستی شو جامعه ایران، نقض حقوق بشر، آپارتاید جنسی، نمیدونم ستم بر زنان، مثلا اون یه اچ دیگر هم اگه شما تصور بکنین در این فرمول آب که مثال زدم، مثلا همین کشورگشاییش، تروریسمش، برنامه های تجاوز به حقوق مردم عراق و مسئله بعدیرم که همون اتم در واقع او رو در این ترکیب آب اگه تصور بکنین، مثلا همین جنبه سیاست های یهود ستیزی رژیمه، نمیدونم انکار هولوکوست، اونم از جنبه دینی، اصلا بحثش مسئله این نیست، در بنیان اصلیش مسئله فلسطین و اسرائیل اختلافاتش نیست، بحثش یه بحث متعصبانه دینی هست، یهود ستیزه که در واقع که با انکار هولوکوست، نابودی کشوری در یک جامعه ملل مثل اسرائیل، اینا رو به پیش میبره. ببینید این ویژگی این سیاست به طور اتودینامیک در درون خودش به بروز تنش، به بروز تروریست، به هرچی مسلح شدن در واقع احتیاج داره، یعنی به این سیاست میلیتاریستی کامل. و به این خاطر هم رژیم جمهوری اسلامی ناخودآگاه برای رسیدن به بمب اتم به عنوان یک چسب ارتباط بین این سیاست های ایدولوژی خودش قدم ور میداره. ببینید موقعی که آب رو درست میکنن در لابور و یا برای خوردن، یک کاتالیزاتوری هم لازم داره. این کاتالیزاتوری که این سیستم در واقع جمهوری اسلامی رو تا کنون این سیاست ها که گفتم رژیم تونسته خودش رو به پیش ببره، اون کاتالیزاتورش مثلا اگه شد دمایی رو در آزمایشگاه بخواییم به درست شدن آب بدین، مثلا یک گرمای 4 درجه باید اون آب بدین که بتونید قابل خوردنش بکنید. اون سیاست اپیزمنته، اون سیاست مماشاته، یعنی این دستگاه با این مختصات عمل میکنه.
یعنی اون سیاست اتمی رژیم به عنوان یه سکه، اون بر روی سکه در واقع سیاست مماشاته. رژیم جمهوری اسلامی همونطور که خودتون میدونید قصدش از این برنامه ها حاکمیت مطلقه خودش ولایت فقیهی بر سراسر جهانه، نه تنها بر ایران. خب یک همچین سیستمی یک سیستم بسیار خطرناکیه، تهدید برای جامعه در واقع بشریت. همونطور که میدونید رژیم جمهوری اسلامی بارها و بارها این سیاست ها رو، سیاست برنامه اتمی خودش رو، با اینه که نمیدونم بمب اتمی رو رژیم خمینی حرام کرده، خامنه‌ای به دنبالش نیست، اینها مزخرفه و دروغه. و در این زمینه میخوام الان اینجا هم خدمتون عرض بکنم، حتی مدیر کل آژانس بین المللی قبلا آقای محمد البرادعی هم همکاری با این رژیم زد و جامعه جهانی رو گول زد. این رژیم جمهوری اسلامی از همون زمان دولت میرحسین موسوی، بعدش در زمان رفسنجانی و حتی خاتمی، به طور خیلی گسترده و پیگیر برنامه های اتمیشو به پیش برده. حتما هموطنان عزیزمون از این گزارشاتی که حتی خود رفسنجانی از اون نامه‌ای که اواخراً در همون دوران پایان جنگ یا بعد از اون در مطبوعات منتشر کرده بودن، که در اون زمینه خمینی افشا کرده بود که یک نامه‌ای رو خمینی داده بود به رفسنجانی که در اون اشاره کرده بود به یک گزارشی از پاسدار محسن رضایی که اشاره کرده بود که اگر بخواهیم عملیات تهاجمی داشته باشیم و پیشرفت بکنیم، جدای از اون نمیدونم چقدر بد سرباز داشته باشیم، پیاده رو داشته باشیم، تانک داشته باشیم و فلان، از ضرورت‌های رژیم که سلاح‌های لیزری و اتمی در واقع مجهز بشه. یک نمیدونم هموطنانم حتما مسائل رژیم رو دنبال میکنن. مثلا یک بار فکر کنم همین سایت باستاب اون قدیما نوشته بود که من یک خلاصش اینجا عرض میکنم. بله. که طرح ما در زمین اتمی نوشته بود که خب جامعه جهانی همیشه ما رو تحریم میکنه، حتی برای عبور از بحران تحریم جامعه جهانی طرح ما باید شامل به رسمیت شناختن رسمی حق ایران در استفاده صلح‌آمیز انرژی اتمی توسط همه دنیا باشه. همون بامبول استفاده صلح‌آمیز انرژی اتمی، یعنی همون دستیابی به تسلیحات اتمی و کشتار جمعی. نوشته بود که برنامه ما، سیاست ما باید همون اداره امور شیعان جهان به دست رهبری جمهوری اسلامی باشه و اینی که جامعه جهانی رو ما وادار بکنیم به عنوان ششمین عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد ما را قبول بکنه. من فکر کنم در سال همون 84 اینا نوشته بود. نه. و یکی از مسائلی هم که بهش اشاره کرده بود که باید عراق رو وادار بکنیم که نیروی اصلی اپوزیسیون، یعنی همین مجاهدین رو از عراق بیرون بکنه. خانم قفاری، دبیر کل حزب‌الله جمهوری اسلامی، آخوند سید محمد باقر خرازی، من اینو در سمینارهایی که در آلمان برگزار میشه دعوت میکنن، من این اسلایدشو دارم به آلمانی ترجمه کردم. اون زمان در تاریخ 25 مارس 2009 این حرف رو گفته که اعلام کرده که من ترجمه میکنم، یعنی این روزنامه رو میخونم، که گفته اول بمب بعد مذاکره و گفتگوی مستقیم با آمریکا. گفته و میگه اگر ما مجاز به داشتن بمب اتم نیستیم، پس لزومی هم به برقراری روابط و همکاری مستقیم نیست. و اگر جمهوری اسلامی میبایستی روابط مستقیم با آمریکا داشته باشه و به اون تن بده، پس باید، یعنی در واقع به داشتن بمب اتم نیازمندیم. خب اینها
همش فاکتای مشخصه که رژیم جمهوری اسلامی پشت این برنامه ها پروژه های اتمیش نیات سیاسی و ایدولوژیک داره. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پاسدار سردار نجار روز 24 شهریور 84 روزنامه ها از قولش نوشته بودن که عنوان کرده، من فقط به این جمله اشاره می کنم که رهبر بر داشتن سلاح هسته‌ای تاکید کردن و گفتن که داشتن سلاح هسته‌ای حق ملت ایرانه و ما باید با حضور در مجامع بین المللی از این حق طبیعی خودمان دفاع کنیم. خانم غفاری، با افشای در واقع همین تایید مدیر کل آژانس بین المللی اتمی بر اینه که رژیم جمهوری اسلامی دنیا رو گول زده، مخفی کاری کرده و به دنبال سلاح‌های نظامی و اتمی و بمب اتم بوده، رژیم جمهوری اسلامی رو در یک شرایط بسیار بغرنج قرار داده که ازش بیرون نخواهد اومد. نتیجه این وضعیت اینه که مردم ایران، نیروهای واقعی اپوزیسیون که برای آزادی و دموکراسی و برقراری حاکمیت ملی در ایران مبارزه میکنن، با این گزارش به جلو افتادن. یعنی سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی در یک افق در واقع کوتاه مدت و میان مدت قرار گرفت. دکتر موسوی، شما اشاره کردید به گفته های باقر خرازی و همطور پاسدار نجار. اگر که این اسنادی که شما خوندید و اسناد دیگری که موجود هست به این راحتی به دست ما ایرانی ها میرسه، یعنی غربی ها نمیدونستن سال 84 مثلا نجار همچه حرفی زده، این صحبتهایی که سران رژیم انجام میدن، خب این حرفا بالاخره علنی میشه، اینا چاپ میشه، نوشته میشه. آیا غرب واقفه بر این کارها، میدونه و باز ادامه میده و چشمشو میبنده روی پروژه اتمی رژیم؟ خانم غفاری، من در این نموداری که در وهله اول در باره سال اولتون من عنوان کردم، سعی کردم هموطنانمون که این مصاحبه رو گوش میکنن برای خودشون تجسم بکنن. ببینید، این سیاست مماشات به عنوان یک جزء مهم و اصلی سیستم نظام جمهوری اسلامی شده. یعنی اون دمای مخصوصی که گفتم برای درست کردن آب احتیاجه که اونو قابل حیات بکنه، اگر اون نباشه سیستم میپاچه. اگر شما اون، ما در آلمان میگیم فایل، اون برداری که دیدین، ما مثلا مینویسیم H به اضافه نمیدونم O، یه بردار میکشیم، اون طرف راستش مثلا مینویسیم آب، اون برداره اون برنامه های اتمی رژیمه که این سیاست ها رو با همدیگه تصدیق میکنه و به جلو میکشه، شتابان میده. اون قسمتی که در واقع باید این عملی بشه، مشخصا احتیاج به تکنولوژی، به دست آوردن تکنولوژی غرب داره. یعنی رژیم جمهوری اسلامی با سیاست های تاراج دادن منابع ملی و محیط زیستی و نفت ما، در واقع این سیاست مماشات رو که خودشون هم البته به خاطر سود و سودجویی در یه نظام سرمایه‌داری بالاخره ترغیب و تشویق میشن، یعنی در واقع اینها رو به زندان سیاست‌های خودش کشیده. خیلی از این سیاستمداران غربی، خیلی هاشون تحت این نمیدونم شرکت‌های پوششی و فلان و غیره، در خفا با رژیم جمهوری اسلامی به زد و بندهای خرید فروش لوازم و مواد در واقع برای تهیه تسلیحات اتمی شریک جرم هستند. اینجا در آلمان، من نمیخوام الان یه بحث رو را بندازم که در واقع جنجالیم پیش بیاد، نه؟ یه فردی که نمیدونم در یک حزب اکولوژیکی هم بوده که همیشه
برای خارج شدن از برنامه‌های انرژی هسته‌ای در همین کشور و در اروپا اساساً کار اصلی خودش رو بنا کرده بوده، در همین جمع نمی‌دونم اعضای هیئت اتمی 5 به اضافه که شرکت داشت به رژیم جمهوری اسلامی میگفتش که تو خودت باشه، ما همه این امکانات رو به شما میدیم، شما خواهش میکنم حتی مجاهدین خلق رو، این نمیدونم فکر کنم خبرگزاری فرانسه چندین سال قبل مخابره کرده بود از جزئیات این بحث و فرصی که در اون جلسه انجام شده بود. بله بله. که شما قصد از این برنامه‌های اتمی بردارید. خانم غفاری شما باور نمی‌کنید این افرادی که با کفش کتونی 5 دلاری 5 یورویی که از کهنه فروشی هم می‌خریدن سوار می‌شدن، در واقع پیاده می‌رفتن، الان در بهترین جاهای همین کشور آلمان در خونه‌های 9 میلیون یورویی دارن زندگی می‌کنن. توجه می‌کنید؟ خب از این قماش خوب زیاد هستن که رژیم جمهوری اسلامی اینها رو فکراشون و انگیزه هاشون رو با پول خریده. اجازه بدیم من یک موضوعی رو خدمتون عرض بکنم. ببینید مردم ایران نمیدونم فکر کنم 1% کل جمعیت کل جهان رو تشکیل میدن. در این کشوری که 1,648,000 کیلومتر مربع ساحت داره، جدا از بنای فرهنگی، استعدادهای انسانی، موقعیت‌های جغرافیایی، ایدئولوژی و ژئوپلیتیکی بسیار مهم، دومین کشور دارای منابع نفتی و گازی. در این کشور طبق اسناد سازمان ملل متحد که جمع‌بندی میکنه داده ها و موجودی های ذخایر جهان رو، حدود 9% کل منابع جهان در کشور ایران نهفته است. یعنی حدود 200 کشور جهان یک طرف، یک کشور مثل ایران اونم در دست رژیم جمهوری اسلامی دارای 9% کل منابع موجود جهان در زمین انرژی، در زمین معادن هستش. خب میدونید که به لحاظ پتانسیل های انسانی هم و تاریخ و تمدن ایران هم ما چقدر دستمون خالیه. خب ببینید این رژیم از اینجا داره پرداخت میکنه. برای چی برای رژیم چانه میزنن برای بود و نبودش؟ برای چی نیروهای واقعی طرفدار این مردم و طرفدار آزادی رو از هر گروه و عقایدی که هستن و به خصوص در صدش مجاهدین خلق رو برای چی در لیست تروریستی میگذارن؟ خب اینها رژیم جمهوری اسلامی با تکیه بر این کشور و دادن باج خریدن این سیاست ها به پیش میره. البته در کنارش اگرم در واقع نرخو بخوان اضافه بکنن، بیشتر بخوان، با اسلحه تروریسم، بمبگذاری، نمیدونم نقش کشی در این کشورها و جوامع که سیاست مماشات رو با این به پیش میبرن، در واقع مسائل خودش رو به پیش میبره. با افشای همین گزارش اخیر مدیر آژانس بین‌المللی اتمی، خامنه‌ای رهبر رژیم همین دیروز در یک رژه‌ای که همه رو جمع کرده بودند و فلان، علناً شاخشونه می‌کشید به دنیا که اگر برنامه‌تون رو اونطوری ادامه بدید ما نمی‌دونم دستتون رو قطع می‌کنیم. بله. خب اینا همون سیاست تحریم، در واقع رژیم جمهوری اسلامی یک سیاست در واقع چماق و تروریست و از اون طرف دادن شیرنی و شکر رو به پیش میبره. قربانی اصلی این سیاست، سیاست مماشات که در این سیستم حاکمیت جمهوری اسلامی عجین شده، تصفیف شده، همکاری میکنه و نمیتونه ازش کنار بیاد، چیه؟ مردم ایرانه، مردم منطقه است، مردم فلسطینه، مردم اسرائیله.
زنانن، زنان ایران هن، نه تنها در ایران، در منطقه. الان در همین کشوری که ما در آلمان من زندگی میکنم روابط بسیار اقتصادی خوب داره. خب روابط اقتصادی باید به لحاظ سیاسی هم به طرف مقابل، به مشتری هم باید امکانات بدی دیگه. الان بنیادگرایی در همین جامعه آلمان بیداد میکنه. شما هر جا در این انجمنهای نمیدونم اسلامی تحت هر نامی شما میرید، ببینید که افرادی هستند که برای تعطیلات نمیدونم به ایران تشریف میبرن با ملیت های گوناگون، نمیدونم اسناد و مدارک و مجلات سفارت جمهوری اسلامی در این مساجد پخش. خب قربانیش کیا هستن؟ قربانیش زنان هستن، قربانیش اقلیت های جنسی هستن. یعنی رژیم جمهوری اسلامی حتی با به دست گرفتن یک چاقوی پلاستیکی اگر به این رژیم بدیم بیشتر بدیم جریتر میشه. میوه خوری میگم ها، از این لاستیکی ها که اصلا سبوت هم هست، حتی اونم دست این رژیم بدیم این جریتر میشه، خطرناکتر میشه. الان کارشناسان بین المللی اتمی میگن که رژیم جمهوری اسلامی برای ساختن 4 بمب اتمی امکانات اورانیوم غنی شده داره. فقط باید یک مقداری این فشارهایی که الان نفسر به جامعه بین الملل اگر بتونه اینها رو در واقع تنظیم بکنه کارشو به پیش برده. جدا از این در همین اجازه بدیم من اینم عنوان بکنم که در این گزارش مدیر کل آژانس بین المللی فقط به همین امکانات و برنامه هایی که در زمینه غنی‌سازی اورانیوم و یا آزمایشات چاشنی کلاهک هسته‌ای است اشاره شده. رژیم جمهوری اسلامی بر اساس همون افشاگری هایی که برای اولین بار هم از طرف اپوزیسیون باید اینجا عنوان بکنم مجاهدین تا کنون افشا شد در کنفرانس های مطبوعاتی اعلام کردن، یک برنامه مستقل دیگر هم در زمینه غنی‌سازی اورانیوم از طریق لیزری انجام میده. ولی آقای موسوی چرا این گزارش آژانس چرا الان منتشر میشه به این شکل؟ آیا تغییراتی در جامعه جهانی به وجود اومده یا اینکه به خاطر تغییر مدیر کل آژانس همچین گزارشی منتشر شده؟ ببینید هر چیزی یک پروسه‌ای داره دیگه. بالاخره فشارهای بین المللی زیاده. رژیم جمهوری اسلامی با دخالتاش در سوریه، دخالتاش پشت مردم عراق، نمیدونم تجاوز به حقوق اپوزیسیون، به مجاهدین، به قرارگاه اشرف، نمیدونم در حمایت با نیروهای تروریستی مثل حزب الله و حماس، بالاخره و این اواخر موضوع دستگیری تروریست‌های وابسته به سپاه قدس که می‌خواستن سفیر عربستان سعودی رو ترور بکنن و گویا اینکه سفارت‌های را می‌خواستن منفجر بکنن در واشنگتن، بالاخره تمامی اینها اون ظرف بالاخره یک علایق متقابلی هم از طرف‌های دیگه هم هست. این نیستش که فقط رژیم و یا نیروهای اپوزیسیون بخوان در این معادلات فقط نقش بازی کنن، بالاخره طرفهای دیگه هم هستن، فشارهای دیگه هست، طرف کشورهای دیگه هم هست. دار میکنه که یک جایی بالاخره اون کارهایی که تاکنون وفق مراد جمهوری اسلامی و سیاست مماشات میرفت بالاخره یه جا گیرپاچ بکنه. آقای محمد برادعی که گویا نمیدونم ببخشید من این رو میگم یک همسر بانوی ایرانی هم داره، بالاخره نمیدونم حالا من دلیلش اینو و اینا در هر صورت با این رژیم جمهوری اسلامی کنار میومد و حتی نمیدونم الان این اواخران اگر خبرگزاری رژیم رو دنبال کرده باشین تمام مقامات رژیم که دستن در کار مسائل بین المللی و سیاسی اتمی رژیم هستن به قول معروف اسم اون رو حلوا شکر میکنن و از آقای مجرد
آژانس بین‌المللی عنوان نمیدونم موزور آمریکا و اسرائیل و مجاهدین و نمیدونم نیروهای اپوزیسیون نام میبرن. خب در واقع اون بود که سالها برای رژیم وقت خرید که رژیم به این نقطه که امروز هست برسه. 100% اتفاقا الان در همین آمریکا در روزنامه ها و در محافل دیپلماتیک الان کسانی هستن در واقع خیر آقای محمد البرادعی رو گرفتن و علنا میگن که ایشون هم دست به دست رژیم جمهوری اسلامی ما رو و جامعه بین المللی رو گول زده و باید پاسخگو باشه. خب من فکر میکنم آقای کیانو نشون داد که در واقع مدیر کل با جرأت هم در آژانس بین المللی اتمی در چارچوب سازمان ملل متحد وجود داره که مایه بسی خوشبختی است. در واقع نتیجه این رو مردم ایران، نیروهای اپوزیسیون و مردم منطقه در واقع نهایتا خواهند دید. درسته. و کار بسیار بزرگی کرده و باید ادامه بده و حتما کوتاه نیاد. روی دیگر این پروژه اتمی رژیم دکتر موسوی، این ضایعاتی است که به محیط زیست وارد میکنه. برنامه‌های اتمی رژیم ایران چه خطراتی رو متوجه محیط زیست میکنه؟ چه در ایران چه در منطقه؟ بله خیلی ممنونم از این سوالی که شما انجام دادید. خانم قفاری، واقعیت اینه که وضعیت محیط زیست ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی بسیار فاجعه آور و نگران کننده. حتی ما بدین نظر هستیم که ادامه این وضع، یعنی ادامه حاکمیت جمهوری اسلامی به طور یقینی رو میگیم، من عرض میکنم راه پیشرفت دموکراتیک، راه پیشرفت توسعه پایدار ایران، عدالت اقتصادی و اجتماعی رو در ایران، حالا در هر نظامی که شما میخواییم، یکی سرمایه‌داری میخواد، یکی سوسیالیستی میخواد، یکی نمیدونم کاپیتالیستی میخواد، نه؟ این رو چندین نسل سوزونده. ما به اثرات اجرو سبس ایران از همین گزارشاتی که از ایران میدیدیم و یا در مطبوعات به دست آوردیم، ما کلن مجموعه موارد بحران زیست محیطی و اکولوژیکی رو در سایت خودمون بهشون اشاره کردیم. همونطور که شما گفتیم بدین عقیده ایم که یکی از تهدیدات بسیار جدی در زمین محیط زیست ایران که تا کنون هیچ اطلاعاتی هم در این زمینه در دست نیست، یعنی رژیم هم نداده اصلا، اینه که این رژیم جمهوری اسلامی با این گزارش مدیر کل آژانس بین الملل اتمی که به دنبال تحقیقات اتمی هستش، آزمایشات اتمی کرده و این نوع خطرناکترین آزمایش هست در زمینه اتمی که با این مواد زائد خطرناک اتمی و اورانیوم اینا که در نتیجه برنامه پنهانی است، اساسا چیکار کرده، در کدوم رودخانه سرازیر کرده، در کدوم زیر خاک چالش کرده. ببینید برای بهبودسازی، ایمنسازی این ضایعات خطرناک میلیاردها باید در آینده دموکراتیک ایران باید سرمایه گذاری بکنیم. همین الان هر روز در روزنامه های داخل، حتی از زبان خود گزارش خود مقامات این رژیم عنوان میکنن که تعداد مرگ و میر بر اثر سرطان‌های مختلف که در ایران گسترش و ادامه داره بیداد میکنن. این برنامه هسته‌ای رژیم، پنهانی رژیم، بحران اکولوژیک رو در جامعه ما گرفته، از نمیدونم آلودگی‌های مختلفه، اینو خیلی تشدید میده. خانم قفاری، اجازه بدین من یک مسئله خیلی خیلی فنی رو اینجا اگه اجازه بدین بهش اشاره بکنم. بنابر تجربیات دانش هسته‌ای و اکولوژیکی، مواد رادیواکتیوی به دلیل اون ویژگی شکاف پذیری خودش که پی در پی تکثیر میشه، اشعه‌های آلفا، بتا، گاما از خودش در واقع ساطع میکنه، این خطراتش بر روی جان انسان و امکانات جامعه در واقع بسیار خطرناکتر از مواد و آلودگی‌های دیگه است. دانشمندان میگن حتی اگر بر اساس همین تجربه که از
نمیدونم از وقایع بمباران اتمی هیروشیما و انفجارهای نیروهای اتمی برق چرنوبیل و همین اواخر از روتون گرفتن، میگن که حتی مقدار ناچیز یک گرم اورانیوم غنی شده اگر به طبیعت، اگر به ملک زیست سرایت بکنه، این خطرات تشعشعاتش بر جان و ملک زیست بخواییم اگر کیفیتش رو بسنجیم به مقدار نصف میشه در حدود تا حدود 4 میلیون سال. یعنی تا 4 میلیون سال، یه سری میگن 10,000 سال، یه سری میگن 20,000 سال، یه سری میگن 1 میلیون سال، حتی تا 4 میلیون سال طول میکشه که این ضررهای سرطانزا و کشندهش این به حد نصف برسه. خب جامعه بین الملل، سیاستگران مماشاتگر با رژیم جمهوری اسلامی و حتی نیروهای سیاسی که در جامعه ایران قول نمیدونم برنامه های سیاست های نمیدونم انرژی حق مسلم ماست رو خوردن، چرا از رژیم جمهوری اسلامی نمیپرسن؟ ما میخواییم که بپرسن که با این آلندگی های اتمی تا کنون در از این 30 سال به چه شیوهی چگونه رفتار کرده؟ خب مگر این حفظ جان مال مردم مگه موضوع ملی و میهنی نیست؟ چرا سوال نمی کنم؟ به این خاطر ما معتقدیم که موضوع الان اتمی حتی از جنبه پیگیری مسائل ضررها و زیانهاش و اینی که رژیم جمهوری اسلامی برای بود و نبودش این موضوع رو به پیش میبره به هر قیمت، با موضوع آزادی یعنی حفظ محیط زیست، با موضوع آزادی و سرنگون رژیم در ایران به طور مستقیم گره خورده و ارتباط مستقیم داره. برای اینکه ما پایان بدیم یا متوقف کنیم این برنامه های اتمی رژیم رو، چه راهکارهایی عملی البته، چه کاری میشه انجام داد؟ چه چیزی پیش روی ما هست؟ ببینیم واقعیت اینه که همونطور که بحثمون هم بهش اشاره کردیم، جمهوری اسلامی از برنامه های اتمی خودش کوتاه نخواهد آمد. اصلا موضوع بر سر کار آوردن احمدی نژاد و تمام سپاه از طرف خامنه‌ای هم برای پیشبرد این سیاست ایدئولوژیک بوده که بتونه هر چه سریعتر به بمب اتمی دست پیدا کنه. میخوان ما به جامعه جهانی بگیم در رابطه با همین بمب اتمی هم هست، رئیس جمهور آینده این رژیم حتما یک فرد رفرم پذیر نخواهد بود. این رژیم رفرم پذیر نیست، یک فرد، یک قاتلی، جنایتکاری مثل قاسم سلیمانی خواهد بود که الان هموطنان ما رو در مسیر سیاست صدور تروریسم و نقض حقوق بشرش و برای پیش بردن برنامه اتمی رژیم در همین قرارگاه اشرف، در همین عراق قتل عام میکنه. یعنی در واقع میخوام بگم که ایدئولوژی، خصوصیت ایدئولوژیک رژیم، ساختارهای این رژیم در زمینه نمیدونم اداری سیاسی اجازه این رو نمیده که رژیم از این برنامه کوتاه بیاد. چرا؟ برای اینکه در محاصره گسترش مقاومت مردمی و مبارزات در داخل و دانشجویان و زنان در ایران هم قرار داره. بحران هم سراپای این رژیم رو گرفته، یعنی دیگه به خامنه‌ای تره‌ای هم در واقع خورد نمی کنن مگر اینکه حمایت ها رو رژیم برای خامنه‌ای با زور و اجبار و با پول و فلان از خود همین بسیجی ها بیره بگیره. یعنی میخوام بهتون بگم که جامعه بین الملل باید در وهله اول ماهیت و خصوصیت ایدئولوژی که این رژیم رو بشناسه، باید از این مسئله قطع امید بکنه که این رژیم دست از این برنامه اتمیش برخواهد داشت. یک واقعیتی هم باید عرض بکنم خانم قفاری، جامعه جهانی برای پیشبرد، برای در واقع خط کردن برنامه های اتمی رژیم حتی از طریق تحریم هایی که تا کنون وضع کردن و فلان اینا، تا جایی پیشتا خواهند کرد که این رژیم جمهوری اسلامی سردگون نشه. خب ببینید برنامه بردن تحریم ها به پیش به طور مؤثر، این پشتوانش پایش باید روی یک مقاومت
سازمان یافته روی حمایت، روی تشویق، تشویق نیروهای واقعی اپوزیسیون باشه. موقعی که تحریم رو بخوان ببرن جلو، خب این در تضاد یک نیروی محوری اپوزیسیونی مثل سازمان مجاهدین خلق که حتی برنامه‌های اتمی رو که با صلح و اطمینان و امنیت و ثبات در جهان در ارتباط هست، اینو افشا کرده، خدمت بزرگی به جامعه ایران، به مردم منطقه، به حتی خود آمریکایی‌ها انجام داده، حتی خود غرب انجام داده واسه مردمشون. خب شما نمیتونی نیروی اپوزیسیون رو ستمش بکنی، در لیست تروریستی قرار بدی. کاظم موسوی موقعی که میاد اینجا رژیم رو افشا میکنه و میگه آقا جان به دولت آلمان اخطار میکنیم که دست از مماشاتت وردار، میگه تو وابسته به اون نیروی تروریستی هستی. یعنی در واقع کل برنامه رو میاد به عنوان زنجیروار قفل میکنه. خب یعنی میخوام بگم که این تحریم ها جایی مؤثره که این به لحاظ سیاسی در کنارش در تلفیق اون نیروی مؤثر اپوزیسیون رو، نیروهای مؤثر و آزادی خواه، شخصیت های آزادی خواه، هنرمندان آزادی خواه، فرقی نمی کنه هر عقایدی داشته باشه، باید اینها رو بیان تقویت بکنن. کیا رو تقویت می کنن خانم غفاری؟ همین عوامل رژیم، این نیاک، این کاسمی، اینها با حتی با دامن زدن به جبه، نمیدونم جنگ شد در چارچوب سیاست های یک رژیم جنگ طلب اتمی و تروریسم کار میکنن و حقوق میگیرن و موسوری میکنن. خب یعنی میخوام بگم که تحریم ها رو تا جایی به پیش خواهند بود اینطور که تالا رفتن که این رژیم سرنگون نشه. از طرف دیگه به قول معروف میگن کس نخارد پشت من جز ناخونه انگشت من. ما باید فشارهای خودم رو بیاریم، ما باید برنامه های راه بردی رو به غرب بدیم که مردم ایران خواهان این رژیم نیستن، میخوان این رژیم سرنگون بشه. من یادم میاد در سال 2009 مردم در همون جریان مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر جمهوری اسلامی خامنه‌ای میگفتن ایران سبز و آباد، انرژی هسته‌ای و بمب اتمی نمیخواد. نه خب بیان به این تصمیم و اراده مردمون گردن بذارن، خب در واقع نقطه اتکای اصلیمون باید خودمون باشیم، اتحاد داشته باشیم. اگر تجربیاتی در این اپوزیسیون هست برای اپوزیسیون، نیروهای اپوزیسیون هست برای سرنگون رژیم، خب باید از اون استفاده کنیم، کمک کنیم. ببینید خانم غفاری، من مجبورم اینو میگم چون یه سوال شما انجام دادید به موضوع مسائل داخلی و بین المللی یک جا با هم برمیگرده. کلید حل مسئله بمب اتمی رژیم به دست مردم ایران، نیروهای اپوزیسیون سازمان یافته هست و غیر از این اساسا جواب نداره. به خاطر این من به این مسئله اشاره میکنم که باید آن چیزی که الان تجربه شد داریم با حسنیت، با تعامل، با پیشنهاد، با احساس مسئولیت، با سولیداریتی میگن، باید در تکمیل اون، انتقاد سازنده اون، کمک‌کار باشیم برای همدی که بتونید جنبش به پیش بره. از امروز به فردا که یه جنبش سازمان یافته، اونم در مقابل رژیم جمهوری اسلامی با این ساختارهای سیاست ادمن، نوع چینیش، نوع روسیش، نوع آمریکاییش، نوع اروپاییش، نوع آلمانیش، نوع نمیدونم نیاتیش، خب اینا اینطوری که نمیشه به پیش رفت. باید به طور مشخص آن چیزی که داریم باید روش بنا بکنیم. این جنبش دموکراسی خواهی رو برای سرنگون رژیم جمهوری اسلامی که عنصر ذهنی سر بیرون هم هست، باید با احساس مسئولیت حمایت بکنیم، وگرنه جوابی نداریم. تشکیل نمیدونم اتحاد ملی گوناگون، خب اینا اتلاف وقته، بد نیست، بحثش بد نیست، صحبتاش بد نیست،
این صحبت ها و این پیشنهاد ها رو باید سمت و سوش رو به تقویت اون چیزی که در دستمون هست قرار بدیم. ببینیم کجا میشه ارتباط پیدا کرد، کجا میشه نیروهامون رو قوی کرد که این رژیم جمهوری اسلامی رو که فقط با سرنگونیش برنامه های تسلیحات اتمیش به پایان میپذیره، چطوری میتونیم هرچی زودتر به دست مردممون سرنگون کنیم؟ وگرنه خب اگه بخواییم به لحاظ بین المللی عنوان بکنیم، خب بله، بانک مرکزی رژیم جمهوری اسلامی که داد و ستد نمیدونم نفتی و گازی رژیم از اون انجام میگیره، این معاملات در دست سپاهه، تمام این پولها در دستگاه سرکوب خرج میشه، بالاخره باید در لیست تحریمات قرار بگیره. خب این یه چیز واضحیه، مسئله گفتم موضوع تحریمات نفتی و گازی. اگر بخوایم این رژیم رو ضعیف بکنیم، باید هموطنانمون در کنار مبارزات حقوق بشری که نمیدونم در مورد جلوگیری از اعدام نمیدونم شکایت به جوامع بین المللی رفتن به پارلمانترها، باید خیر اینها رو بگیریم و در مبارزات حقوق بشری خودمون باید موضوع اتمی رو ادغام کنیم، باید بریم بگیم نیروهای اصلی اپوزیسیون رو اجازه ندارید به سود جمهوری اسلامی برچسب تروریستی بهش بزنید. این توهین به مردم ایران، اینو باید تلفیق بکنیم. باید در کنار قربانیان سیاست تروریسم و کشور گشایی تو منطقه، باید در کنار مردم و کودکان اونها بیستیم. یعنی در واقع به عقیده من کلی زمینه کارهای سیاسی چه به لحاظ داخلی و چه به لحاظ بین المللی باید انجام بگیره، هرچه زودتر هم باید انجام بگیره که ما بتونیم هرچه زودتر از شر تروریسم اتمی این ملایان به سود مردممون، به سود دموکراسی، به سود سکولاریسم، به سود یک ایران آزاد و بدون برنامه اتمی و بدون اتم بتونیم هرچه زودتر اون رو برای مردممون به ارمغان بیاریم. این وظیفه ماست. به این بدون خاطر بحث میشه خیلی کلی کرد، من یه مقدار بالاخره بحث الان در رابطه با سوال شما بحث اخلاقی و سیاسی کردم، ببخشید، ولی باید اینها رو گفت. یعنی تمامی این از اون تعریفی که من از رژیم ماهیت رژیم کردم که بمب اتم به عنوان بود و نبودش بود، این رو میبایستی در برنامه و طرح‌های خودمون همیشه برای حتی جلوگیری از این دستیابی رژیم به بمب اتم، باید این رو به طور جامع و فراگیر باید بهش دقت کنیم. این سیاست ها موازی و همگام باید به پیش بره. دکتر مصوی، وقتمون متاسفانه بیشتر از این اجازه نمیده که مزاحم شما بشیم. ازتون بسیار تشکر میکنم از اینکه نکات تاریک در رابطه با برنامه اتمی رژیم رو روشن کردید و به سوالاتم جواب دادید. خیلی خیلی متشکرم از لطفتون. من از لطف و محبت مصاحبه شما بسیار بسیار ممنونم و براتون آرزوی موفقیت دارم، همیشه همونطور که همیشه هستید. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. گفتگوی رادیو ایراوا با دکتر کاظم مصوی، سخنگوی حزب سبزهای ایران را شنیدید. برای تکرار این مصاحبه لطفاً به وبسایت radioirava.com و یا مردمتیوی.com مراجعه بفرمایید. رو لبام قفل سکوت و تو گلوم یه انفجاره، کسی از حال دل من این روزا خبر نداره، زیر پرده های سانسور توی این شهر نفس بر، من هنوز معتقدم که روبرو فصل بهاره. شنوندگان گرامی، بخش فارسی ایراوا در همین جا به پایان میرسه. با سپاس بسیار از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. تا چند لحظه دیگه بخش انگلیسی ایراوا آغاز خواهد شد. شفک سرد زمستون رو تنه زخمی و خستم، تو
توی زندون ستمگر پشت این درای بستم، زیر رگبار شکنجه، زیر توهین، زیر تحقیر، دل به فضاهای روشن، دل به فریاد تو بستم. میرسه روزی که جای من و تو زندون نباشه، پاسخ سوال ساده با تفنگ و خون نباشه، کسی به جرم عقیده له نشه، تو بله آم نسپرن سر کسی رو به تناب و چوب دام. رو لبام قفل سکوتو، تو گلوم یه انفجاره، کسی از حال دل من این روزا خبر نداره. زیر پرده های سانسور توی این شهر نفس بر، من هنوز معتقدم که روبرو فصل بهاره. Afternoon and welcome to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM. My name is Nargis. Today is Sunday, November 13, 2011, and here is the news. Associated Press reported the UN Atomic Agency said for the first time Tuesday that Iran is suspected of conducting secret experiments whose sole purpose is the development of nuclear arms, an assessment that draws 1,000 pages of intelligence and nearly a decade of research. The report by the International Atomic Energy Agency is its most unequivocal, yet suggesting that Iran is using the cover of a peaceful nuclear program to pursue atomic weaponry. It is worth mentioning that the National Council of Resistance of Iran for the first time revealed the Iranian regime's nuclear activities in 2002. Two people were hanged in the city of Qom, according to a state-run Mehr news agency, on November 10th on alleged drug trafficking offenses. Two powerful blasts at the military base to the west of Tehran have killed more than 15 personnel and wounded many more, local media reports said. Hassan Mogadam, the most experienced missile commander, is also among the dead. The semi-official Fars news agency carried a statement by the Revolutionary Guard Corps, which said that the blast occurred on Saturday in an ammunition depot at the base of Begane near the city of Karaj. A group of political prisoners held in the Tabriz Central Prison issued a letter to UN Special Rapporteur on Human Rights in Iran, Ahmad Shahid, describing only the tip of the iceberg of the tortures and brutal treatment they are receiving in the Iranian regime's prisons. The political prisoners called on the Special Rapporteur to come to their assistance and pursue their cases. With the start of a ski season, the Iranian regime has banned women from entering the ski ramps alone. This is a new order from state security forces, which even includes women over 18. In this rule, women without guardian or chaperone are banned from entering a ski ground. According to this order, young girls under 18 are not allowed to enter ski grounds without their parents, and women over 18 are only allowed to come with their legal guardian. Married women are only permitted inside the ski ramps with their husbands. And finally, the working secretary of the apparel and fashion organizing group said that foreign clothing would be removed from the clothing production line in Iran. For news and more, please visit radioirawa.com or go to chuo.fm and follow the links to our website. And
And this concludes this week's edition of Radio Irava. And thank you very much for being with us on this Sunday afternoon. Please tune in to Irava next Sunday at 3 p.m. on CHUO 89.1 FM or CHUO.FM or RadioIrava.com. Till next week, goodbye and bedrood. And as always, long live freedom. میپرم